خب این درسمون در رابطه با عکاسی و فیلم برداری با آیفونه. شما برای این کار روی کامرای کلیک میکنید و باز میشه و حالا از اون چیزی که جلوی دوربین دارید میتونید فیلم برداری بکنید اگه دوست داشتید. اگه این آیکون روی مود دوربین فیلم برداری باشه که کاملا هم واضح و مشخصه فیلم برداری میکنه، اگر روی دوربین عکاسی باشه عکاسی میکنه. خب من اول عکاسی رو خدمتتون توضیح میدم بعد میریم سراغ فیلم برداری. برای عکاسی شما کادرتون رو انتخاب میکنین. اگر میخواید یک سوژه خاص توی تصویر فوکوس بشه، به طور مثال الان من اگه بخوام این دوتا فوکوس بشن و نورسنجی برای اونا انجام بشه رو اونا یک کلیک میکنم. اگر بخوام این گاو جلوی من که خیلی تیره ترم هست فوکوس بشه و نورسنجی برای اون انجام بشه روی اون کلیک میکنم و همونطور که شما میبینید تصویر خیلی روشن میشه و خیلی اون گاو جلوی هم فوکوس تر میشه. حالا یه بار دیگه من اگه بخوام کار انجام بدم میبینیم با هم. موقعی هم که شما به نظرتون کادر رو همه چی مناسب اومد، این آیکون رو میزنید و عکس برای شما میگیره. حالا ممکنه من بخوام یه بارم این دوتا رو فوکوس کنم و عکس بگیرم. این بالا شما دو سه تا امکان متفاوت و مختلف دارید. یکیش این فلشتونه که اگه شما انگشتتون رو روش نگه دارید سه تا مود داره. یکی آنه که همیشه فلش میزنه موقع گرفتن عکس ها، یکی آفه که خب قاعدتا خاموشش میکنه، و یکی هم اوتوه که خودش نور سنجی میکنه و میبینه الان نیاز داره برای گرفتن این عکس به فلاش یا نیاز نداره. من معمولا روی اوتو میذارم یا روی آف میذارم. خود من شخصا خیلی رابطه خوبی با فلاش ندارم، زیاد دوست ندارم فلاش رو. حالا در هر صورت دیگه این سلیقه یه هر جوری که شما خودتون صلاح میدونید. به غیر از این آیکون یه دونه این بغل HDR شما دارید یا همون High Dynamic Range Images. الان آفه. کاری که این High Dynamic Range میکنه اینه که با یه حجم خیلی بالاتری عکس میگیره و چند تا عکس رو ازشون استفاده میکنه برای نورسنجی و رسیدن به یک نور خوب. من اگه اینو آن بکنم و بیام این کلیک رو یک بار دیگه بزنم، شما همونطور که میبینین زمان سیف کردنش خیلی طولانی تر میشه و الانم یه عکسی برام گرفته که حجمش و اندازش خب خیلی بیشتره به نسبت عکس قبلی، نه از نظر رزولوشن، یعنی اندازه یه تصویر ما بزرگی تعداد خود عکس و تعداد پیکسل ها همون خواهد بود. حجم نور و رنگ تصویر روی مقدار این HDR تغییر میده. برای کسانی که کار عکاسی یه خورده حرفه‌ای تری میکنن یا کار 3D میکنن ممکنه این HDR خیلی مناسب باشه و براشون خیلی جذاب باشه. توی شرایط عادی برای کسانی که بیشتر به عنوان ثبت خاطره میخوان از عکس استفاده بکنن شاید خیلی کارایی نداشته باشه. من اینجا آفش میکنم. زمانی هم که شما آن میکنینش فلاشتون خاموش میشه به دلیل اینکه نمیتونه دیگه از فلاش استفاده بکنه. حالا من دور برش میگردم به همون مود عادی و عکسی هم که شما دیدید اگه خواست ببخشید عکسی که گرفتید اگر خواستید ببینید روی این آیکون کوچولو این پایین کلیک میکنید و حالا اینجا میبینید که مثلا عکسی که گرفته چی بوده. توی قسمت بعدی میبینیم که امکانات فیلم برداری آیفون به چه صورته.